السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند. حالا به توجه شما نشر تحلیلی و جنبستی هفته از تلویزیون سیمای شهری پنجکین منظور میگردد. با همگون معلوم است که دوام هفته سپری شده در کشورهای جهان، جمهوری تاجیکستان، ولایت سوق و شهر و دیهات پنجکین رویداد و واقعه‌های گوناگونی به عمل آمدند که حالا خبرنگاران ما مهمترین رویدادهای هفته سپری شده را برای شما پیشنهاد می‌سازند. پیام شادباشی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده بخشیده به رئیس رودکی. همدیاران عزیز، همه شما را با روز رودکی که همه ساله با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنه 22 سپتامبر در سراسر مملکت تجلیل کرده می شود، از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند صمیمانه مبارکباد می نمایم. پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنوز سال 2008 در تنتنه های تجلیل 1150 سالگی استاد رودکی تاکید داشته بودند که استاد رودکی با قدرت جانافرینی سخن، حکمت و دانش کامل و مهارت و هنر شاعری خود توانست جهان شعر تاجیکی را با اشعار جاودانه خود بیکرانه سازد. کارگاه ایجادی رودکی بسیار رنگین بوده، او اهل بشر را به صلح و دوستی، پرستش خیرد و دانش، نکنامی و خیر و سخا و مهمتر از همه به خداگاهی و خودشناسی و هویت ملی هدایت می نماید. از این رو نام رودکی رمز جاودانه شعر حکیمانه و عالمگیری ما می باشد. برحق امروز هم شعر والا و سخن ملت ساز استاد رودکی به رمز فرهنگ عالمگیری تاجیک و خیردمندی و سازندگی و نکوکاری تبدیل یافته، در شناخت و توسعه اصالت، خودشناسی ملی و وطن دوستی نقش مهم می گذارد. فرزندان ما با شعر او درس معرفت و آدمگری، خیرد و صداقت، محبت به وطن و پرستش آن را می آموزند. استاد رودکی ادبیات ما را چنان بنیاد نهاد که تا برغم همه گردابی واقعه های پرپیچ و تاب تاریخ پایدار بماند و با همت و استعداد وارثان سزاوار باز هم محتشم و توانا گردد. شاه بیت های بیزوال استاد رودکی خود یک کتابی پرمعنایی می باشند که با روانی و خوشبیانی سهل ممتنع نام گرفته هزار ساله ها شعار زندگی نسل بشر شدند. در تاجیکستان نام مبارک استاد ابو عبدالله رودکی با ناحیه، جماعت، دهه‌ها، خیابان و کوچه‌ها، میدان و باغ‌ها، مؤسسه‌های فرهنگی گذاشته شده، مجسمه امیر شاعران، میدان‌های مرکزی اکثر شهر و ناحیه‌های مملکت را حسن و طراوت بخشیدند. با دستور پرزیدنت کشور هنوز سالهای 1997-1998 و بعداً با مناسبت 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی مقبره شاعر با طرح نو تجدید کرده، اشعار استاد در شکل کلیات و با زبانهای گوناگون با صفت بلند چاپ گردیده به هواداران نظم عالم شمول تاجیک پیشکش شدند. روز رودکی با تشکل حس افتخار ملی و وطن پرستی نسل‌های امروزه و آینده نیرو می‌بخشد و مسئولیت آنها را در رشد و پیشرفت تاجیکستان می‌افزاید. بار دیگر روز رودکی را برای همه هواداران نظم عالمگیر او صدقاً مبارکباد گفته اطمینان دارم که روی آوردن به اشعار خیردمندانه استاد ابو عبدالله رودکی
ما را براه عقل و خیرد، صلح و دوستی، محبت والا با وطن و آینده نیک هدایت می کند. روزی رودکی رمز جاویدانه شعر حکیمانه عالمگیر ما به همه هموطنان فرخونده بود. سنه 18 سپتامبر سال روان در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجاکند اجلاسی 20 مجلس وکیلان خلق شهری پنجاکند دعوتی ششم تحت ریاست رئیس مجلس وکیلان خلق شهر رئیس شهری پنجاکند خلقزاده عبدالخالق برگزار گردید. اجلاسی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. در کار اجلاسیه نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت سردار ریاست فرهنگ ولایت بختیار قاسمف وکیلان مجلس خلق ولایت معاونان رئیس شهر راهبران واحدهای ساختاری مقامات حفظ حقوق مدیران شعبه و بخشهای دستگاه رئیس شهر راهبران کارخانه و تشکیلات ها مؤسسه های تعلیمی فرهنگی رئیسان جماعت های دهات محله های شهر نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در اجلاسیه وکیلان هیئت کتیبات را انتخاب کردند. از روی مساله یکمی روزنامه اجلاسیه اوید برفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2021 تحت رقم 115 درباره برنامه دولتی رشد مؤسسه های فرهنگی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 معاون رئیس شهر وکیل از حوزه انتخاباتی لبی چشمه رقم 3 پروینه نقیبی معروضه کرد. پس از شنیدن معروضه وکیل، رئیس شهری پنجاکند از رهبریت بخش فرهنگ، مؤسسه های فرهنگی، خانه های فرهنگی، راهبران کتابخانه مرکزی و جماعت های دهات پرسیش به عمل آورد. با مسئولان بخش فرهنگ، بهر اصلاح کمبودی های جای داشته، تعمیر خانه های فرهنگی، بنیاد مؤسسه های فرهنگی، دستور و سپارش های مشخص داده شد. از روی مسئله یکم، وکیلان به مذاکره برآمدند. در معروضه و مذاکره ها وکیلان رفت اجرای برنامه ذکر شده را بررسی نموده رشد مؤسسه های فرهنگی بهداشت فعالیت آنها را چون یکی از عامل های بچاره‌بینی های فرهنگی بیشتر جلب نمودن اهالی و بلند برداشتن سطح معرفت جامعه مهم ارزیابی نمودند. وکیلان طبق روزنامه اجلاسیه حسابات کمیسی دائمی مجلس وکیلان خلق شهر اوید به مساله های سیاست اگراری، خوراکواری، مهنت و خدمت رسانی که با آن رئیس کمیسیه وکیل از حوزه انتخاباتی صاحب نظر رقمی 10 نصرت الله قشقارف سخن کرد و حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق از حوزه انتخاباتی مزار شریف رقمی 29 قمریدین عزیز مرادوف را در باره اجرای وکالت های وکیلی شنیده در این باره قرار قبول نمودند. در ادامه کار اجلاسیه وکیلان قرارهای رئیس شهری پنجاکند را تصدیق کردند. در اجلاسیه نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بختیار قاسمف سخن نموده فعالیت بخش فرهنگ شهری پنجاکند را خوب ارزیابی نمود. همچنین در ادامه کار اجلاسیه رئیس شهری پنجاکند خلقزاده عبدالخالق سخنرانی نموده توجه حاضرین را به اجرای دستور و پرش های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که در ملاقات با فعالان و خادمان دینی مملکت سخنرانی در روز دانش و سپارش های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده جهت تحکیم فعالیت مؤسسه های فرهنگی مبارزه با پدیده های اکستریمیستی و
تروریستی، پیشگیری گرایش به عقیده های افراطی، در سطح بلند برگزار نمودن معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی جلب نموده، از تمام مسئولان و وکیلان دعوت به عمل آورد، وظیفه و سپارش هایشان را با درک بلند مسئولیت اجرا نمایند. با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان اجلاس به کار خود انجام بخشید. گزارش صبرینا اکرم و خیام جورایف و شهباز قربانوف. در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند جلسه نظارتی نزد رئیس شهر برگزار کردید. نخست در جلسه دستور و سپارش هایی که پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه های ولایت سوخت در نزد رهبران و مسئولان دخلدار گذاشتند مطرح گردیده، توجه حاضرین به وسعت دادن بنیاد کارخانه های صنعتی، کارکرد محصولات کشاورزی، تشکیل جای های نوی کاری، تهیه لایحه بگرد دیشی کشاورزی وارد نمودن و آبیاری زمین ها، افزون نمودن محصولات چارواداری، تیزانیدن کشتی تیر ماهی، نظارت جدی به راه اندازی حساب برابرکنی غیر نقدی، حل مسئله های راه آهن پنجکند سمرقند جلب کرده شده، دایر به حل مسئله های مذکور مسئولان ساحه های دخلدار وظیفه دار شدند. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجکند خلقزاده عبدالخالق چند از ایرادهای خیش را وابسته به بد بودن وضع اکولوژی شهر و جماعت های دهات، سری وقت نبرداشتن پرتاب ها، جای داشتن مشکلات های جدی در ساحه های معارف و تندرستی، بخش جوانان و ورزش بیان نموده، برای برطرف کردن کمبودی های جای داشته راهبران مسئول سپارش گرفتند. برای با آب پالیزی تامین نمودن خواجگی های دهقانی، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و بنیاد انشاد ها طبق نقشه چورابینی های 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، گردش خانه به خانه و جانک نمودن کارهای فهماندهی وابسته به پیشگیری پهنشوی بیماری های سرایتی، از بین بردن فرهنگ بیگانه، جلب زنان و دختران به آموزش هنرهای مردمی، دستگیری صاحب کاران، از بین بردن ساختمان های خودسرانه، اجرای نقشه انداز، رئیس شهر در نزد مسئولان وظیفه گذاری نمود. در جنبه جلسه پیشنهادهای مقامات حفظ حقوق بررسی کرده شد. جلسه نظارتی را رئیس شهر پنجکند جنبس نموده، از مسئولان تمام ساحه ها دعوت به عمل آورد، وظیفه و سپارش ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرینا اکرم و شاه حسین صالحوف. در دایره تجلیل 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، در جماعت دهات فراب شهر پنجکند نیز چاره‌بینی های گوناگون با افتتاح انشاءاتها خوش و خاطرمان جشن گرفته شد. سال روان در باغ‌های خواجگی های دهقانی و انفرادی و شخصی ساکنان دهه فراب حاصل میوه از جمله سیب فراوان است. باغ کپراتیو استحصالی تجارتی غیلانیان که چند سال قبل با تلاش و زحمت زاده برویمند دهه فراب زنده‌یاد جنرال خدای قل همراقولف در مساحت 5 گکتر زمین ناآباد بنیاد گردیده بود، امروز از میوه های گوناگون پر است. در این باغ نوهای گوناگون سیب، زردالو، آلوچا، بیهی، چارمغز و دیگر میوه ها که از منطقه های گوناگون کشور و خارج از آن آورده شدند با مهر شنانیده و پرورش می شوند. در گوشه این باغ زیبای آراسته گرمخانه لیمو، حفظ ماهی و سردخانه نیز بنیاد شده است. جمع‌آوری حاصل این باغ بلندکوه که نشان زحمت و مهر است با اشتراک رئیس شهر پنجکند آغاز گردید. میوه باغ‌های فراب در بازارهای مملکت با طعم خاصه خریداران زیاد دارد و آن را تاجران به واسطه از خود دهه خریداری می‌نمایند. ساکن دهه فراب عبدالرحمن گورگیف با مبلغ برای زیارت کعبه ذخیره نموده‌اش در زادگاهش پلی ماشین گذر بنیاد نمود.
иншооти мазкур бо харҷи 140 ҳазор сомонӣ дар муддати кӯтоҳ бо ҷалби сокинони деҳа сохта шуда 8 метр дарозӣ ва 4.5 метр бардорад. ва حرکت نقلیات در این موضع آسان و براحت کردید. من با یاری پسرانم، هشت پسرانم، همین واقعا نیت کرده بودم که همین کوپر که نو ساخته میتیم و در مدت یک ماه همینه از شلوک فراب و این طرفی دایره کوپر که نو ساخته در استفاده دادم. این طرف با منداری خودم را به اهل جماعت میرسانم که همین دست جمعانه همین کوپر رو ساخته به استفاده دادم. رئیس شهر پنجاکند در مراسم افتتاح این انشاءات با تشبسکار و سرمایه گذار این اقدام خیرخواهانه اظهار سپاس کرد و آن نمونه نکوکاری و خدمت شایسته ماندگار برای مردم دانسته شد. حالا با تشبس ساکنان به همت دهه در موضع دیگر ساختمان باز یک پل ماشین گذر و نانوایخانه با وسعت ادامه دارد. رئیس شهر پنجاکند با جانبداری از این اقدام ساکنان جماعت دهات فراب آنها را برای آباد و زیبا و با ترتیب درآوردن اطراف انشاد ساخته شونده دعوت نمود و برای منبد نیز سهم گذاشتن در آبادی دهه‌شان دستور و مصلحت ها داد. ضمن سفر کاری در جماعت دهات فراب رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده چون انعنه نیک چند نفر شخصان امکانیتشان محدود و قداران رو عیادت نمود. ضمن دیداربینی با عیادت شوندگان گفته شد که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند در پرتو دستگیری و غمخوری های حکومت جمهوری تاجکستان تحت راهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امامعلی رحمان و ولایت سوخت ضمن سفرهای کاری به جماعت های دهات از حال و احوال شخصان امکانیت محدود داشته سابقه داران و نیازمندان خبر گرفته با آنها صحبت‌های صمیمی انجام می‌دهد و برای حل خواهش و درخواست و احتیاجاتشان چاره‌های ضروری می‌اندیشد. در نوبت خود عیادت شوندگان با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد منداری صمیمانه‌شان را برای غمخواری و توجه پیوسته به حکومت جمهوری تاجکستان خاصتاً اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امامعلی رحمان راهبریت ولایت سوخت و شهر پنجاکند بیان داشتند. با یادت شوندگان تحفه های پولی و مالی تقدیم کردید. گزارشی سبرین اکرم و شهباز قربانف. با دستور به واسطه رئیس شهر پنجاکند خالقزاده عبدالخالق در دوردست‌ترین جماعت دهات شهر پنجاکند جماعت دهات فراب باری اول سنه فرخنده 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجکستان با چاره‌بینی های رنگارنگ برنامه فرهنگی و کارهای آبادانی برگزار کردید. رئیس شهر پنجاکند با همراهی راهبران ساحه‌های گوناگون در مرکز جماعت دهات فراب با نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی شناس گردیده ساکنان جماعت را با این سنه فرخنده شاد باش گفت و از آنها دعوت نمود که از امکانیت‌های در جماعت دهات فراب موجود بوده جهت رشد ساحه کشاورزی، ترقیات چارواداری و در این زمینه باز هم آباد و زیبا ساختن دهه‌های خود سهمی ارزنده گذارند. در تالار فرهنگ جماعت دهات فراب جمع آمد با شکوه ایدانه بخشیده به جشن 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجکستان با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجکستان آغاز گردید. رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده ساکنان جماعت دهات فراب و نمایندگان جماعت دهات موقیان را به مناسبت این سنه فرخنده تبریک و مبارک باد نموده اظهار داشت که مردم سربلند پنجاکند باستانی در قطار دیگر مردم کشور با شکرگزاری از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امامعلی رحمان گرامی‌ترین جشن تاریخی و فرخنده ملی 33 سالگی استقلال دولتی را تجلیل می‌نمایند.
دستاوردهای دوران صاحب استقلالی از جمله بنیاد نقبهای استقلال، شهرستان، شاهراه دوشنبه چناق و شاخه آن عینی پنجکند تا به سرحد ازبکستان، کشیدن خط بلندشدت جنوب شمال و عینی پنجکند، ساختمان پایگاه مقتدر برقی، افتتاح کارخانه عظیم استخراج و کارکرد معدن طلا و مس برای ما مقدسند. این دستاوردهای بزرگ زمان استقلال در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نه فقط شهر پنجکند، بلکه وادی زرافشان تغییرات کلی به میان آورد. در دایره هدف‌های استراتژی معین کرده جمهوری تاجیکستان و برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکند برای سال‌های 2021-2025 در بخش‌های افسلیتناک اقتصادیات و اجتماعیات اجرای 118 لایحه با مبلغ 1.18 میلیارد عملی گردیده استاده است. دستاورد دیگر به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شدن یادگاری های تاریخی سرزم، پنجکند قدیم، مقبره خواجه محمد بشارا، نظام آبیاری فرمیتن، قلعه های سنجرشاه و تلیخمتده است که تاریخ شکوهمند ملت تاجیک را در عرصه جهانی معرفی می نماید. تجلیل و گرامی داشت 1150 سالگی بزرگ داشت آدم و شعرا ابی عبدالله رودکی در سال 2008 و 5500 سالگی سرزم باستانی در سال 2020، تجلیل جشن بین المللی نوروز در سالهای 2018 و 2022 که با ابتکار و تشریف مبارک پیشرو معظم ملت به شهر باستانی پنجکند صورت گرفتند، در شناخت فرهنگ و تمدن دیرین و معرفی تاریخ پرغنوبت این دیار نقش مهم بازیدند. فضای آرام و آسوده امروزه مملکت و اعتراف تاجیکستان به حیث کشور امن و آسایشته دنیا با جانسواری، جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری فرزندان صادق وطن تحت سروری پیشرو معظم ملت محترم امام علی رحمان به دست آمد. با اطمینان اظهار می‌دارم که همدیاران شرفمند و شکرگزاری ما از جمله ساکنان بنیادکار و باننگ و ناموس جماعت دهات فراب وطن خود را مثل مادر و برابر جان دوست می‌دارند و تمام کوشش و غیرت و قوت و امکانات خود را به خاطر آبادی و شکوفایی آن با دستاوردهای ارزنده استقبال نمودنی جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان سفربر می نمایند. برنامه فرهنگی که از طرف بخش فرهنگ شهری پنجکند نمایش داده شد، از طرف ساکنان جماعت دهات فراب با فرح و شادمانی و کفکوبی های بردوام پذیرایی گردید. ساکنان این جماعت بلندکوه برای در سطح بلند برگزار نمودن سنه فرخنده 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با برنامه فرهنگی به رئیس شهری پنجکند و اهل فرهنگ مینداری بیان کردند. واقعا تشکیل و برگزاری این چوربینی ایدانه در جماعت دوردسترین شهری پنجکند اساساً برای بلند برداشتن افتخار وطنداری و به چوربینی های تشکیلی و فرهنگی فرا گرفتن ساکنان دهه‌های دوردست دیاری باستانی امون بود. گزارش صبرین اکرم و شاه حسین صالح و شهباز قربانوف. با مبلغ گذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجکند سوی زیبان که از مرکز شهری پنجکند عبور می کند تازه کرده می شود. ضمن بازدید رئیس شهری پنجکند از رفت تازه نمودن این موضع گفته شد که آن در مسافه نزدیک به 4 کیلومتر از حدود شهر عبور نموده با سبب آمدن سیل‌های بهاری سطح فرش آن بلند شده است. با مقصد تازه کردن سوی از قوم و شغل و کاهش دادن خطر سیل‌های احتمالی، حالا با جلب تکنیک آن تازه کرده می شود. ضمناً در حدود شهر بیش از 88 موضع‌های خوفناک و سیل رو موجود بوده، با جلب مبلغ‌های بودجه محلی و دیگر سرچشمه‌های مبلغ گذاری آنها به تدریج تازه کرده می شوند.
همچنین رئیس شهر پنجکند خلقزاده عبدالخالق در ادامه بازدید از این شاتی گوناگون با رفت کارهای آبادانی برای منفش نمودن راههای محلی دهه‌های قیصر و بهار جماعت دهاتی لایق شیرعلی شناس گردید. اطلاع داده شد که در دهه قیصر در مسافه 3 کیلومتر راه محله نو که با شاهراه پنجکند عینی می‌پیوندد با سهمگذاری ساکنان منفش کرده می‌شود. رئیس شهر پنجکند با جانبداری از اقدام سازنده ساکنان این جماعت برای باز هم زیادتر آباد و زیبا نمودن دهه و محله، تأسیس جایهای نوی کاری دستور داد. در دهه بهار جماعت دهات لایق شیرعلی که در کنار سوی سیلروی مزار واقع است، ساکنان با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند برای کاهش دادن خطر سیل دیوارهای محافظتی بنیاد میکنند. همروزه در این موضع ده ها نفر ساکنان دهه به ساختن دیوارهای سنگی که با سیمتر احاطه کرده می شود مشغول هستند. گفته شد که در موضع های به خطر زیان سیل آسیب پذیر 10 دیوار محافظتی با درازی 18 به 20 برش و پهنایی 1.1 سیمتر ساخته می شود. بنیاد چنین دیوارهای محافظتی سنگی و سیمتری در کارهای ساحل بندی و سی استفاده می شود. قسمت بیشتر سای مزار که در مسافه بیش از 12 کیلومتر از بین زمین های کشت و باغ و تاکزار عبور می کند و بر اثر سیل های پی در پی سالی روان از سنگ و شغل پر شده به منزل ساکنان و زمین های کشتی خواجگی های دهقانی زیان جدی وارد کرده بود، با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و جلب تکنیک و مکانیزم های ضروری تازه کرده شده است و این کار ادامه دارد. در جماعت دهات رودکی شهری پنجکند پول دهه کشتود که بر اثر آمدن سیل و بلند شدن سطح آب دریای روزرود کرناشویم گشته بود از نو ساخته شد. رئیس شهر ضمن بازدید با ساکنان دهه برای این اقدام نجیب اظهار سپاس نمود. اطلاع داده شد که این پول از بالای دریای روزرود که از کنار دهه می گذرد با خرج بیش از 120 هزار سومانی با سهمگذاری ساکنان با درازی 9 و پهنایی 4.5 متر بنیاد شده از پول سابق 2 متر بلندتر بوده با استفاده از تخته های آهنین و سیمنت ساخته شده است و از خطر آبخیزی های احتمالی آسیب نمی بیند. با مسئولین برای جدا نمودن تکنیکا جهت تخت و هموار نمودن راه دو طرف پل دستور داده شد. در دایره آمادگی ها با استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه نکنات جماعت دهات رودکی بنای نوی مرکز سلامتی بنیاد کرده می شود. برای شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اطلاع داده شد که بنای نوی مرکز سلامتی دهه طبق لایحه از دو قبط عبارت بوده، در آن برای قبول و تبابت بیماران حجره ها و تجهیزات ضروری طبی جای داده می شود. با مسئولین برای با صفت بلند و در مهلت معین گردیده ساخته با استفاده دادن این شاتی مذکور دستور داده شد. گزارش سابرینا اکرم و شاه حسین صالحوف. با مقصد تطبیق نقشه چاره‌بینی های پراکراتوری شهر پنجکند وابسته به اعلان شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی در تالار کلان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک معاونان رئیس شهر پنجکند، پراکرور شهر پنجکند، کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر، نمایندگان مقامات و اداره های دهدار، رئیسان جماعت های دهات و شهروندان ملاقات ترغیباتی و اطلاعاتی برگزار شد. ملاقات را تهیه‌گری برنامه تلویزیونی معرفت حقوقی عباس همراه‌زاده حسن آغاز بخشید و تاکید نمود که مقصد و مرام این ملاقات به طور آشکارا رسیدگی به درخواست سوال‌های شهروندان و تدبیرهایی که از طرف رهبران دهدار اندیشیده می شود. در آغاز این ملاقات معاون رئیس شهر مراد شکرزاده اندیشه و ملاحظات خیش را وابسته به کارهای ترغیباتی بخشیده به سال معرفت حقوقی ابراز نمود. پراکرور شهری پنجکند
مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمت‌زاده ضمن سخنرانی خیش بار دیگر تاکید نمود که وظیفه اساسی مقامات پراکراتورا نظارت اجرای قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و در این زمینه اندیشیدن تدبیرهای مشخص برای آنهایی که به مقامات دهدار جهت حل و فصل مشکلات خیش مراجعت می نمایدند. در این ملاقات اساساً مسئله های مربوط قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان درباره استفاده زمین، اشغال غیرقانونی زمین ها و بنیاد منزل ها، همزمان از طرف بعضی منصبداران سلی وقت رسیدگی نشدن و مراجعات های شهروندان به طور خیلی مفصل مورد تحلیل و بررسی و سوال جواب های مشخص قرار گرفت. به سوال های شهروندان وابسته به این مسئله ها پراکرور شهر پنجکین اسکندر رحمت‌زاده، معاونان رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده، ارکین خوشوقت‌زاده، رهبریت کمیته اداره زمین، شعبه شهرسازی و معماری، رئیسان جماعت های دیهار و دیگر مسئولان ساحه های دهدار جواب های مشخص دادند. در ملاقات رهبریت کمیته اداره زمین، رئیسان جماعت های دیهار، گروه های کاری که در جماعت ها جهت برقرار کردن اشغال زمین های غیر قانونی وظیفه دار شدند، دستور گرفتند که باید آنها کارهای ترغیباتی را در سال معرفت حقوقی وسعت بخشیده به شهروندان مقصد و طلبات قانون ها، سندهای معیاری حقوقی مربوط زمین را منتظم شرح و ایضاح دهند. برای به حالت اوله برگرداندن زمین های خسرانه اشغال شده، حوالی منظر های غیر قانونی بیناگردیده شهروندان چاره های ضروری را مورد عمل قرار دهند. در خاتمه این ملاقات پراکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمت‌زاده از رهبران و شخصان مسئول دعوت به عمل آورد که ما باید پیش از همه قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان را رعایت نماییم و معرفت حقوقی مردم را بلند برداریم. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف و شهباز قربانوف. واقعاً نامی استاد ابو عبدالله رودکی در تاریخ ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس و ادبیات جهانی مقامی خاصی دارد. سال 2008 با اقدام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، سنه فرخنده 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی در سراسر کشور خورشیدیمان و مملکت های جهان با یک شکوه و جلال خاصه و افتخار از این ابرمرد ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس تجلیل کردید. باعث افتخار است که در جمهوری تاجیکستان، از جمله در شهر باستانی پنجکین، ده ها مؤسسه های فرهنگی، تعلیمی، خیابان و کوچه ها و آثارخانه ها به نام استاد ابو عبدالله رودکی نامگذاری شده است. خیابان مرکزی شهر پنجکین نام این ابرمرد را گرفته، در داخل آثارخانه باشد یک تالار مخصوص به زندگی نامه و ایجادیات استاد ابو عبدالله رودکی بخشیده شده است. به افتخار روز بزرگداشت استاد ابو عبدالله رودکی با اقدام ماموریت مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوروی تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، چاره‌بینی فرهنگی تحت عنوان صاحب قران شاعران استاد رودکی است برگزار شد. این چاره‌بینی را سرور آثارخانه مقصود میزروزاده حسنی آغاز بخشید و پیرامون نقش و مقام استاد ابو عبدالله رودکی سخن گفت و حاضرین را با فرارسی روز استاد ابو عبدالله رودکی صمیمانه شادباش گفت.
در این چاره‌بینی فرهنگی راهبری مرکزی اطلاعاتی رئیس شهر پنجکین بابا صالح زاده، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر شیرین‌شاه نورالویف، روزنامه‌نگار عباس همراه زاده، سابقه داران مهنت جمعبای سنگینوف، مراد سیدعلی مزاری، شاعره شیرین بیان شهادت جلالوا و دیگران به سخن برآمده درباره مقام و منزلت استاد ابا عبدالله رودکی و شعر جهانگیر او اندیشه و ملاحظات و پیشنهادات جالب قش را ارزیابی نموده، اشتراکچان این همایش فرهنگی را به افتخار روز استاد ابا عبدالله رودکی صمیمانه تبریک و مبارک باد گفتند. از طرف آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام عبدالرحمن جامی با توجه اشتراکچان این همایش برنامه رنگارنگ فرهنگی و موسیقی با فراگیری اشعار استاد ابا عبدالله رودکی نمایش داده شد که این بار دیگر گواه بر آن بود که در دیار باستانی ما افتخار و احترام نسبت به استاد ابا عبدالله رودکی خیلی زیاد است. در خاتمه همایش فرهنگی سرور آثارخانه جمهوروی تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابا عبدالله رودکی مقصود مزرابزاده به همه اشتراکچان این همایش عرض سپاس نمود و با راهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 شهر پنجکین برای همکاری سپاسنامه تقدیم کرد. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانوف. در تالاری سودی شهری پنجکنت نسبت یک نفر ساکنی شهری پنجکنت مرافعه سودی برگزار گردید. موصوف خدای دوتف غیاسدین خدای باقیویچ، استقامت کننده دیهه زیبانی جماعت دهاتی خلیفه حسن، ملتش تاجیک، تحصیلاتش میانه 34 ساله بوده، اویلدار، صاحب یک فرزند می باشد و قبلا سودنا شده است. خدای دوتف غیاسدین خدای باقیویچ در صادر کردن جنایت با ماده 307 الوه 3 قسم دویمی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عیبدار می شود. مرافعه سودی در هیئت رئیس کننده سودیا اساسزاده ظفر قیام‌الدین با کاتبی مجلس سودی اساقزاده جسور با اشتراک یاردمچی کلونی پرکرور شهری پنجکنت صدیقزاده محمد جان برگزار کردید. سودشونده خدای دوتف غیاسدین خدای باقیویچ جنایتی با مقابل اساسهای ساخت کنستیتوسیونی و امنیتی دولتی عیبدار می شود. از جمله او سال 2020 با مهاجرتی مهنتی با فدراسیه روسیه رفته. با واسطه تلفن موبیلی خود در سامانه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و ایمو نام خود را طریق مستعاری سلام میرزایوا درج کرده با برنامه‌های خصوصیت افراطی داشته تشکیلات اکستریمیستی گروه 24 تماس می‌گیرد. غیاسدین خدای دوتف برآمدهای مجازی غیرقانونی دینی صدای مردم از تو دوربین تو فردای تاجیکستان کرویون این برنامه‌ها شخصانی در جستجوی رسمی قرار داشته محمد اقبال صدرالدین و حسین اشرف میباشند تعلیم گرفته. با این اعضا یونی فعالی تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی گروه 24 رابطه نزدیک پیدا نموده، با دعوت آنها که مقصد و مرامشان با راه زیرآوری برهم دادن دعوت‌های ساخت اداره‌کنی‌شان دموکراتی علل خصوص جمهوری تاجیکستان و در این زمینه بنیاد نمودن دولت اسلامی خلافت میباشد، عقیده‌های افراطی‌شان را آموخته همچون اعضا در این اتحادهای جنایتی شامل شده است. نام برده در مناظره‌های اینترنتی شکل افراطی داشته فعال شرکت ورزیده، عقیده‌های غیر قانونی اعضایان این اتحاد و تشکیلات ها را جانبداری کرده، توسط صفحه اینترنتی اش در شبکه‌های اجتماعی ثبت، نوشته جات و برآمدهای خصوصیت افراطی داشته را نشر و پهن کرده، همزمان عقیده‌های غیر قانونی افراطی خیش را طریق اینترنت ابراز کرده است. سود نسبت خدای دوتف غیاسدین خدای باقیویچ چنین حکم کرد. حکم از نام جمهوری تاجیکستان سودی شهر پنجکنت به واسطه در هیئت رئیس کننده سودی اساقزاده ظفر قیام‌الدین با کاتبی مجلس سودی اساقزاده جسوربک شوشوی یاردمچی کلونی پرکرور شهر پنجکنت صدیقزاده محمد جان در مجلس سودی
31 июля 1924 парламент чиновников Испытий Сучаванда Ходой Дотов Евседин Ходой Боктевич 27 июля 1924 Нава Даршари Панжикен Джумури Турцион Халдуштаст Милеташ Тоджик Касиоташ Миона Бейгист Ойлядон Суоби Амифар Фарзан Хабан Сумнаштаст Тохап Сокни Дейн Зирмон Джамоти Диоти Халифа Асан Шари Панжикен Милети Суоби Хавахтан Бейко Шарханди Джумури Турцион چوری پشکیرش نیگو پرسان در حبس تطبیق را گوشت است. در صادر کردن جمعیت با مدی 37 الودی 382 کودکسی جمعیتی جمهوری توجیستان پشکیرش را برسی مونده معاین کرد. تراسی موضوعی 7 3 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
Петров и Осетин Ходайгапович, бомбода и сеста хав илови сеф ксими ду кодекси джинайти джумури торсон гунагодон дисушта бава боин молда джазо дарнамури махрум софтан азазди бамелоти панч сол шашму бо нигло доштан тарчолону истори дорун изоми пуздур пей пешла. Саршави мюрдуки адри джазо мистипеди Ходайдодов и Осетин Ходайгапович аз чолдуми июни соли дозор бисшо бахсо бриташла. Чори пешкири нисипеди Ходайдодов и Осетин Ходайгапович Нигот Тоштан Дархабс Бетагир Менундашла. Далели Шаи Ягада, телефонный мобильный Тамгай Хонор, Дар Дафтар Хони Суди Шаги Панчиги Нигот Тоштешлас, Пасас Этибор Хони Пайдор, Кардени Хуки Маскур, Хотираш Тоза Карда, Бафойди Дават Мусотра Кардашла. Тарафой Норози Метална Ниспати Хуки Маскур Дар Мульти Дахшаба Нурез, Бамахуншта Дар Амимурла, Пасас Грифтени Дусфей Хук, Тавасути Амисут, Бакалеви суди ой ба парвандои джинайти суди гулети суд шикоят ё эътироз ба тарафи касационӣ оваранд. Раис кунанда имзо. Вохиан ҳафтае ки сипарӣ гардед дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. Инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. Мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав پیش از همه تنی صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت ها در همه جاده های زندگی آرزو میکنیم و من امید میکنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال می‌گیریم. سلامت و سربلند باشید.